سرخط خبرها، پلیس کابل از قتل 3 کودک در یک خانه خبر داد. تیرباران یک مرد همراه با پسر 9 ساله‌اش در جوزجان. نیروهای آلمان تا کمتر از 3 ماه دیگر از افغانستان خارج می شوند. نسرین بارکزی ترو شد. باید خدا به یک زیگت از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم چینل را سابسکرایب کنید. پلیس کابل از قتل 3 کودک در یک خانه خبر داد. طبق اعلام پلیس کابل 3 کودک به صورت وحشیانه در یک خانه کشته شده است. فردوس فرامرد سخنگوی پلیس کابل گفت که این حادثه چاشت امروز چهارشنبه 1 صبح در سایه لوای بابا جان از مربوطات نایی 11 پایتخت رخ داده است. او گفت که بررسی ابتدایی پلیس نشان می‌دهد که به احتمال زیاد انگیزه این کشتار خصومت‌های خانوادگی بوده باشد. سخنگوی پلیس کابل افزود بررسی بیشتر در قضیه آغاز شده است. او در مورد چگونگی قتل این 3 کودک جزئیات نداده است. تیرباران یک مرد همراه با پسر 9 ساله در جوزجان. پلیس جوزجان می‌گوید افراد مسلح ناشناس یک مرد را با پسر 9 ساله در مرکز این ولایت تیرباران کردند. احمد مسعود ندیم سخنگوی پلیس جوزجان گفت که این رویداد پس از چاشت چهارشنبه 1 صبح در شهر شبرغان رخ داده است. به گفته ای او، یک مرد با پسرش هنگام بازگشت از مکتب هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شدند. آقای ندیم در مورد انگیزه این حادثه چیزی نگفته است. ترورهای هدفمند توسط افراد ناشناس در کابل و ولایت به شدت افزایش یافته است. مسئولیت این ترورها را هیچ گروهی بر عهده نمیگیرد، اما حکومت طالبان را مسئول میدانند. نیروهای آلمان تا کمتر از 3 ماه دیگر از افغانستان خارج می شوند. بر اساس گزارش ها نیروهای آلمانی تا 4 ماه جولای سال جاری میلادی افغانستان را ترک خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که ارتش آلمان همکنون با ناتو در این مورد بحث می کند تا 1100 سربارش را در اول ماه جولای از افغانستان خارج کند. گزارش شده که وزارت دفاع آلمان چهارشنبه اول سر در این مورد به پارلمان این کشور معلومات می دهد. پارلمان آلمان پیش از این ماموریت نظامیان این کشور را به عنوان بخش از ماموریت ناتو تا 31 جنوری سال 2022 در افغانستان تمدید کرده بود. اما به دنبال اعلام تصمیم آمریکا، مقامهای آلمانی اعلام کردند که یک جا با نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهد کرد. بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان قرار است از اول ماه می آغاز شده و تا 11 سپتامبر ماه جاری تکمیل شود. ناتو نیز اعلام کرده است که سربازان این پیمان تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. مجیب رحمان زیا در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: فوری نسرین بارکزی، خواهر سمین بارکزی، نماینده مردم هرات در پارلمان، توسط افراد ناشناس در بغلان کشته شده است. اما حمید سالنگی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: نسرین ستوده، نامزد پیشین انتخابات پارلمانی از حوزه هرات، خواهر سمین بارکزی، نماینده فیلی هرات، در مجلس نمایندگان در پی انفجار جان باخته است. تا اکنون این خبر به صورت رسمی تایید و یا رد نشده است. وزیر صلح: دلیل تعویق نشست استانبول بی‌میلی طالبان است. سید صادر منصور نادری وزیر دولت در امور صلح میگوید که دولت آمادگی کامل برای اشتراک در نشست صلح ترکیه را دارد، اما این نشست به دلیل بی‌میلی طالبان به تعویق افتاده است. وزیر دولت در امور صلح چهارشنبه 1 صبح در مجلس نمایندگان صحبت میکرد گفت که شروع گفتگوهای صلح رهبران دولت اراده کامل برای گفتگو با طالبان برای برقراری صلح داشته است، اما طالبان برعکس هیچ علاقه به صلح و اشتراک در نشست استانبول ندارند. آقای نادری افزود که نشست استانبول 3 بار به خاطر عدم آمادگی طالبان به تعویق افتاده است. او از این گروه خواست تا دست از لجاجت برداشته و در نشست صلح استانبول برای رسیدن به صلح اشتراک کنند. نادری همچنین گفت که در صلح‌سازی 3 مرحله مهم است: اجماع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی. در هر بخش اجماع وجود دارد، اما این مهم نی این است که طرف مقابل ما طالبان است. اگر ما صلح می‌کنیم با آنها صلح می‌کنیم.
وزیر دولت در امور صلح همچنین گفت که در ترکیب آیاتی که در نشست صلح استانبول شرکت میکند تنوع جنسیتی و قومی در نظر گرفته خواهد شد. قرار بود نشست ترکیه در 24 اپریل به میزبانی سازمان ملل ترکیه و قطر در استانبول برگزار شود، اما وزیر خارجه ترکیه گفته که برگزاری نشست صلح ترکیه با توجه به مشورت هایی که با سازمان ملل و کشورهای قطر و امریکا صورت گرفته بعد از رمضان و عید فطر به تأخیر افتاده است. امریکا در افغانستان، پایان یک دوران. علی موسوی، خبرگزاری افاق. پایان یک ماموریت 20 ساله، جایی که امریکا شکست خورد و دشمنانش پیروز شدند. این ارزیابی طالبان و جریان‌های رادیکالی است که بلافاصله پس از خروج امنیت افغانستان را عرصه جولان‌های خشونت‌بار خود قرار خواهند داد تا قدرت را تصاحب کنند. آنها مدعی‌اند که امریکا را در افغانستان زمینگیر و در نهایت مجبور به خروج کردند. برای امریکا اما هیچ فرق نمی کند، زیرا آنتان ها اراده ایشان این بود که به طولانی ترین جنگ پایان دهند و در شای این تصمیم دوران حضور نظامی در افغانستان پایان افته و جو بایدن در این باره حرف آخر را زد. او تاکید کرد که پس از خروج کامل نیروهای کشورش از افغانستان، امریکا به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد، اما این حمایت نظامی نخواهد بود. جو بایدن گفت زمان آن رسیده که طولانی ترین جنگ امریکا پایان یابد. او گفت روند خروج نظامی امریکا از افغانستان تا 11 سپتامبر همزمان با 20مین سالگرد حملات القاعده به برج‌های نیویورک پایان می‌یابد. آقای بایدن گفت ما نمی‌توانیم چرخه تمدید با گسترش حضور نظامی خود را در افغانستان به امید ایجاد شرایط ایده‌آل ادامه دهیم و انتظار نتیجه متفاوت را داشته ایم. به شکل نظامی در مسئله افغانستان درگیر نخواهیم بود، اما فعالیت دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه با ادامه خواهد داشت. آقای بایدن همچنین متعهد به حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان شد. سخنان اخیر آری از هر گونه غرور و اقتدار شایسته یک ابرقدرت بود. او درباره دستاوردهای نظامیان آمریکایی در افغانستان چیز زیاد نگفت. او با وجود اینکه تاکید کرد که نیروهای آمریکایی به منظور انتقام حملات 11 سپتامبر و نابودی القاعده به افغانستان لرکشکشی کردند، اما در این باره که آیا در نهایت به این اهداف رسیدند یا نه موضوع‌گیری مشخصی نکرد. شاید به این دلیل که او بهتر از هر کسی دیگر بداند که امریکا در افغانستان شکست خورد. شکست نه تنها از تروریسم بلکه از فساد، سوء مدیریت، مافیا، فقدان نگاه استراتژیک، رقبای قدرتمند منطقه و عدم شناخت کافی از جغرافیای سیاسی و رقبای قدرتمند منطقه و پیچیده افغانستان است. اکنون امریکا در افغانستان به پایان یک دوران نزدیک می شود. دوران کرگز برای امریکایی ها و تاریخ اشغال نظامی کشورهای دیگر توسط ایالات متحده امریکا خاطر انگیز و پرافتخار آفرین نخواهد بود. کشورهای دیگر توسط ایالات متحده همه اشغال شدند.